فصل پنجم. آنگاه دیدم که تخت‌نشین توماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با هفت مهر مهر و موم شده بود. و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می گفت: کی شایسته است که تومار را بکشاید و مهرهایش را بردارد؟ اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین یا زیر زمین قادر نبود که تومار را بکشاید و یا به داخل آن نگاه کند. من زار زار می گریستم، زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد تومار را بکشاید و یا به داخل آن نگاه کند. آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریه مکن، آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی که از نسل داوود است پیروز شده و او حق به گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود، هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. بره جلو آمد و تومار را از دست راست تخت‌نشین گرفت. همین که او آن را گرفت، آن چهار حیوان و 24 پیر پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جام‌های زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است. آنها سرود تازه‌ای می‌سراییدند: تو شایسته‌ای که تومار را بگیری و مهرهایش را بکشایی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمان روایی خواهند کرد. آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بیشماری که صدها هزار و هزاران هزار بودند شنیدم. آنها در اطراف آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند و با صدای بلند فریاد می زدن: بره قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. آنگاه می شنیدم که همه موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و دریا و هرچه در آنهاست فریاد می کردن: ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می نشیند و تا به ابد از آن بره باد. و آن چهار حیوان گفتند آمین و پیران سجده نموده و او را پرستش کردند.